حمله به من می شود. علم الهدا امام جمعه مشهد گفته عزیزانی که یک مدیر خدمت گذار را با هر عنوان، لقب، اسم و آرمی مورد تهاجم قرار می دهند بدانند که در جمعیت و صف براندازان قرار گرفتند، چون در همان مسیر و به نفع آنان قدم بر می دارند. علم الهدا در ادامه افسود نقدی که در خصوص حجاب دارم الان با گذشته تفاوتی نکرده. الان با هدف برچسب زدن به بنده اقدام می شود و دروغ می گویند. لااقل نامردی نکنید. اگر برخی با بنده مشکل دارند و نقدی می کنند، با فرزندان من چه کار دارند؟ بیایید ماجرا را با خود من مطرح کنید. یکی از مسئولان امنیتی استان گزارش داد از 7 فروردین تا 7 اردیبهشت ماه امسال در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور 33,000 پست و پیام و تیتر روزنامه علیه بنده در داخل و خارج کشور منتشر شده. روزی 1,100 حمله به بنده صورت گرفته و در این گزارش اضافه کردند که عامل این حملات 1,000 نفر هستند. اون مسئول امنیتی دقیقاً اشتباه به عرضتون رسوندن. عامل این همه حمله فقط یه نفره. جای دوری هم نیست. برو جلو آینه. درسته خودتی. از بس که واپسگرا هستی و سر تو زندگی مردمه. یکی نیست به این بشر بگه آخه اگه همین فوشا نباشه جمهوری اسلامی دقیقاً واسه چی باید به تو پول بده؟ حالا فکر کن چند تا ارزشی استخدام کردن، چقدر هزینه دادن که رسانه ها رو تحلیل محتوا بکنن که بفهمن علم الهدا ماهی چقدر فول Domestos'u bu kadar güçlü yapar nedir? Sürekli gelişen mikroplara karşı son damlasına kadar savaşması. Domestos yoğun kıvamlı formülüyle virüsleri öldürür. قد فوش میخوره. قشنگ معلومه براش فاکتور هم صادر میشه. خیلی دقیق آمار و تعداد فوشا رو داره. جمهوری اسلامی امنیت جانی و مالی رو از مردم گرفته. پودر کاتالیزور پالایشگاه آبادان چند روز به دلیل خرابی کت کراکر در هوا منتشر شده و مردم مجبور به استنشاق اون هستن، در حالی که این پودر سمی و سرطان‌زاست. سلام، امروز 1/6/401 همچنان گرد سفید رنگ روی ماشینا و تمام سطح شهر میباره. همونطور که میبینید تازه این دفعه بیشتر از سری قبله. یکی دیگه از دلایل عمده‌ای که آخوندا همیشه مورد عنایت ملت قرار میگیرن ثروت اندوزی و دزدی از جیب ملته. اتومبیل لاکچری سخنگوی ستاد امر به معروف سوژه رسانه ها شد. حمید محمدی مدیر گروه فرهنگ خبرگزاری فارس با انتشار تصویری از مخاطبانش پرسیده بود که حدس بزنید این ماشین کدوم مسئول مملکته و در بین گزینه‌های وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس بانک مرکزی و سخنگوی ستاد امر به معروف گزینه 4 پاسخ صحیح بود. اون البته بعدتر با حذف این استوری نوشت با احترام به دارایی‌های حلال افراد و به حرمت مهمان استوری حذف شد. نیت این بود که اهمیت ساده زیستی مسئولان یادآوری شود که الحمدلله شد. مصطفی وسوق‌کیا فعال رسانه‌ای در خصوص این عکس نوشته طبعا هر کسی حق داره وسیله نقلیه مناسب استفاده کنه، اما کسی که مسئولیت در جایی مثل ستاد امر به معروف داره حتما باید با معمولی ترین ماشین تردد کنه. کسی که وسیله نقلیه‌اش میلیاردی قیمت داره دیگه نمیتونه سراغ مسئولین بره و یقشون رو بابت اشرافیگری بگیره، چون اون هم مثل اوناست. سخنگوی ستاد امر به معروف در آخرین واکنشاش در مورد برخورد با ملت به خاطر حجاب گفته بود برداشتن شال و روسری مقدمه رسیدن به برهنگی و همجنسگرایی است. دیگه خودتون حساب کنین که ترندیاتی رو سر هم کنه چقدر پول میگیره که همچین ماشینی داره. انتقادات تند احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس از سیاست‌های دولت 13 هم.
علیرضا بیگی گفته دولت و وزیر خارجه به بلا تکلیفی مردم دامن میزنند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همکاران محترم و مردم شریف سلام عرض میکنم. کشور در آستانه تصمیم سرنوشت‌سازی قرار گرفته. همه مستحضرین که فعالیت‌های عمده و خرد اقتصادی همه در حال انتظار به سر میبرند. صادرکننده، تولیدکننده، تاجر و خودروساز، حتی قالیباف روستایی در دور افتاده‌ترین نقطه آذربایجان امروز بلا تکلیف است. اون نمیتونه قالی خودش رو بفروشه و همینطور نمیتونه مواد اولیه قالی خودش رو فراهم بکنه، چرا که منتظر یک تسلیم گرفته بشه. این وسط با هم پیام‌هایی هم از درون دولت به گوش میرسه که برای این بلا تکلیفی که وجود داره دامن میزنه و اون رو اضافه میکنه. وزیر محترم امور خارجه ما توییت میزنه و اعلام میکنه که ساعت 12 امشب همه چیز خاتمه پیدا میکنه. 4 روز میگذرد ولی اتفاقی رخ نمیدهد. در این حال معاون سیاسی رئیس جمهور هم توییت میزنه و اعلام میکنه که ما آمریکا رو به عقب زدیم و تمامی حقوق خودمون رو تونستیم از آمریکا بگیریم ولی باز اتفاقی رخ نمیده. در این حال من احساس میکنم که دستهایی در کاره که نشون بده توافق و محتویات توافق نباید به آگاهی ملت برسه و اون رو متن توافق رو، محتوای توافق رو از مردم، مجلس و نخبگان پنهان میکنه. مجلس در جریان این توافق نیست. ایرادهایی که به اون که دوستان دولت مطرح میکنند و توافق گرفته میشه بایستی با محتوای بندهای توافق پاسخ داده بشه، نه با سخنرانی و خطابه، نه با استنباط و تفسیر خودی. فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر این دولت آن دولت نیست، ناظر بر نهاد دولته و نهاد دولت مورد خطاب ایشون هست. ایشون میفرمایند که منتقدین باید قانع بشن، اقناع بشن. در جلسه غیرعلنی گذشته منتقدین که جای خود داره، دوستان نزدیک دولت هم قانع نشدن و اعلام میکنم، متذکر میشنم که قراردادهای بین المللی که از مردم پنهان شوند سرانجام شومی خواهند داشت. اونهایی که طرف خارجی نوشته و خودشون رو خونده، اونها که در جریان هستن، ما به عنوان نمایندگان ملت بایستی در جریان این توافق قرار بگیریم و متنون اگر به مجلس ارائه نشه و مورد تایید مجلس قرار نگیره، من اعلام میکنم این متن غیر قانونی است. نتیجه توافق یا عدم توافق در این حال فرایند از اون مهمتره. فرایند توافق به نحوی